به نام خدا وند جان و خرد که از این برترم دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آزین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، شادمانم که در خدمت شما هستم با بخش دیگر از داستان های شاهنامه. هفته پیش فیلم کوتاهی از اجرای دختر نوجوان نازنینی رو پخش کردیم با فامیلی خلیل نژاد، ژاله خلیل نژاد از کشور کویت، که ایشون بر اساس برخی از اجراهای برنامه‌های من نقل‌هایی رو حفظ کرده و اجرا کرده و پدر ارجمندش امیر خلیل نژاد فیلم رو برای من ایمیل کردن. این هفته بخش کوتاهی از اجرای نازنین دختر دیگری رو پخش می‌کنیم با نام یسنا آذری. یسنا بیش از 800 بیت از شاهنامه رو حفظ هست، همینطور بیت‌هایی یا شعرهایی از حافظ و سعدی. پدر و مادر ارجمندش بسیار زحمت میکشن، باهاش کار میکنن. مادر با نام همیرا احمدی شولی و پدر با نام شهرام آذری. آفرین باد به این خانواده محترم و نازنین. بریم بخشی از اجرای یسنا آذری رو ببینیم. برمیگردم. گرد آفرید ها زیاد شدن. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد را. دلی بود کش خواندندی سپی، به دندش بودی آمیان را آمید. نگه با ندش رد دیده خجیر، که با زور دل بود و با برز و تیر. چون افتاد و بند و بدید، در آشفت شمشیر کین برکشید. به بستش به بند انگری بله. بخشی از اجرای یسنا آذری رو دیدیم. علاقمندان، دوستان عزیز، میتونن فیلم بچه هاشون رو که اگر شعر حفظ دارند از ادبیات کهن، داستان ها، به ویژه اگر شاهنامه خوانی میکنن، فیلم هاشون رو بفرستن، پخش خواهیم کرد. برویم بر سر داستان.
داستان به آنجا رسید که در پی کشته شدن مظلومانه شاهزاده سیاوش در سرزمین توران، پهلوانان و لشکریان ایران عزم جزم کردند به کین سیاوش. لشکر بزرگی به خونخواهی سیاوش فراهم شد، به سرکردگی رستم حمله کردند به توران. بسیاری شهرها رو سوزاندند. در این جنگ پسر جوان افراسیاب با نام سرخه به خفت و خاری با یاد و نام شاهزاده سیاوش در بیابان در تشت سرش بریده شد و جسد بی سرش رو به دار کشیدند و چاک چاک کردند. حقیقتاً از کشته شدن سیاوش به بعد با خون جگر این داستان ها رو تدوین می کنم و می نویسم. همش فکر می کنم این ماجرای کین ستانی ها و قصاص کی درسته، چه وقت نادرسته، چه وقت به حق و چه وقت به ناحق. البته که ماجرای هر قصاصی فرق داره و هر قصه‌ای پیمانه خود. ماجرای این قصاص، ماجرای کین ستانی از اشراری است که در ذات شرور و پلید خود پلشت، حسود، دروغگو، نقشه‌کش، توطئه‌گر و آدمکش و باطل بودند که بی تردید ذاتشان ذات معصوم کشی، نخبه کشی و حق کشی بوده. البته راه شاهنامه خودش ما رو با خودش خواهد برد و در این راه تجربه خواهیم کرد که کجا درست عمل کردیم و کجا خطا رفتیم. برگردیم بر سر داستان. خون است که می جوشد، غلبه با ایرانیان است. ببینیم گفتار اندر پادشاهی رستم در توران زمین. خورشید زرین پوش سر به آسمان، خروش آمد و ناله کر ناگ. تهمتن برانگیخت لشکر ز جای، نهادند سر سوی افراسیاب. همه رخ ز کین سیاوش پراب. چو بشنید کامد از ایران سپاه، تهمتن به پیشندرون کین خواه. بیاورد لشکر به دریای چین، برو تنگ شد پهن روی زمین. افراسیاب و لشکرش فرار کردند به سمت چین. رستم تخت و کاخ پادشاهی افراسیاب رو تصرف کرد، بر تخت او نشست. یکی داستان زد تهمتن نخست، که پرمایه آن کس که دشمن نجاست. چو بدخواه پیش آیدت کشته به، گر آواره از جنگ برگشته به. رستم تمام گنج و خزانه افراسیاب رو تصرف کرد. غلامان، اسبان، زیبارویان، دینار، جامه، تاج و تخت آج، هر آنچه که بود به چنگ آورد و بین سپاهیان تقسیم کرد. تخت آج رو بخشید به طوس، گفت هر کس که تسلیم نشد سر از تنش جدا کن. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نیارد سوی کیش اهریمنی. چو فرزند باید که داری به ناز، زرنج ایمن از خواسته بی نیاز. تو بی رنج را رنج من مای هیچ، همه مردی و داد دادن بسیج. که گیتی سپنج است و جاوید نیست، فری برتر از فر جمشید نیست. سپهر بلندش، سپهر بلندش به پای آورید. جهان را جزو کت خدای آورید. تاج پرگوهر رو بخشید به گودرز و همینطور شهرهایی چون سپیجاب رو، و از گودرز قدردانی کرد. بدو گفت مهر و بزرگی و داد، همان بزم و رزم
از تو داریم یاد. هنر بهتر از گوهر نام دار، هنرمند را گوهر آید به کار. تو را با هنر گوهر است و خرد، روانت همی از تو رامش برد. روا باشد ار پند من بشنوی، که آموزگار بزرگان تویی. از سپیجاب تا آب گلزریون زیر فرمان توست. آب گلزریون منظور تا رودخانه شهر گلزریون هست، شهری از ماوراء النهر. رستم به فریبرز پسر کاووس گفت: این تاج زر و آن چند دینار و گوهر مال تو. بدو گفت سالار و مهتر تویی، سیاوخش رد را برادر تویی. میان را به کین برادر ببند، ز فتراک مکشای هرگز کمند. میاسای بر کین افراسیاب، ز دل دور کن خرد و آرام و خواب. به ما چین و چین آمدین آگهی، که بنشست رستم به شاهنشهی. بر تخت افراسیاب نشست. خبر پیچید که رستم هرچه از افراسیاب به غنیمت گرفته، همه را بخش و نثار کرده. هر کس که تسلیم شده رستم او را امان داده. حال رستم شاه توران شده، و در دشت های پای تخت به شکار یوز و باز مشغول است. از آن
کش مرد دوش من دهیم در این هستی رنگ بیران شود کنام پلن گانشی ران شود. چنان بود که روزی زواره برفت به نخجیر گوران خرامید تفت. زواره برادر رستم در دشت به شکار و استراحت، یکی از تورانی ها که بلدچی او بود او رو همراهی می کرد. رسیدند به بیشه ای با صفا با جویهای روان. آن تورانی خیره ماند و به زواره گفت که نخجیرگاه سیاوش بودین، بر این بود مهرش ز توران زمین. بدین جایه شاد و خرم بودی، جزی در همه جای با غم بودی. زواره چو بشنید از او این سخن، بر او تازه شد روزگار کهان. چو گفتار آن ترکش آمد به گوش، فرود آمد از اسب و زور رفت هوش. یکی باز بودش به دستندرون، رها کرد و مژگان شدش پر ز خون. رسیدند یاران و لشکر به دوی، غمی یافتندش پر از آب روی. گرفتند نفرین بر آن رهنمای، به زخمش فکندند هر یک زپای. یاران زواره وقتی رسیدن و او رو اینطور نزار دیدند، از یاد سیاوش اون بلدچیه بدخبر بینوا رو تا خورد کتک زدند. زواره گفت سوگند که از این پس نه شکار بروم، نه خواب و خوراک خواهم داشت. نباید که رستم بیاساید، که زمان زمان جنگ و کین و انتقام است. همانگه چون نزد تهمتن رسید، خروشی چون روی او را بدید. گفت برادر مگر به بزم آمده ایم؟ به نیروی یزدان ما بر این کشور چیره شده ایم. چرا باید این کشور آباد بود؟ یکی را بر این بوم و بر شاد بود. نباید کین شاهزاده سیاوش فراموش شود. با خروش زواره باز ایرانی ها تحریک شدند، برانگیخته شدند. رستم هم همچنین گذاشتند دست به کشتن، غارت سوختن از توران زمین تا سقلاب و روم. هیچ مرزی آباد نماند، همه سر بریدند برنا و پیر. زن و کودک خرد کردند اسیر. بر این گونه فرسنگ بیش از هزار، ز کشور برآمد سراسر دمار. هر کس که مهتر بود و گنج و مالی داشت به خاکساری آمد. اعلام انزجار از افراسیاب کرد، گفت از آن خون ریختن سیاوش بیگناه ما نیز در عذابیم. چنان نمیخواستیم و اکنون هم بنده تو هستیم. به رستم گفتند چو چیره شدی بیگناه خون مریز، مکن جنگ گردون گردنده تیز. ما نمیدانیم افراسیاب کجاست. رستم با شنیدن این سخنان لشکر رو به سمت مرز قجغار باشی راند. با بزرگان و خردمندان و کار آزمودگان به شور نشستند درباره کاووس بیخرد شاه ایران. با هم گفتند که کاووس بی فر و بی پر و پای، نشسته است بر تخت بی رهنمای. گر افراسیاب از رهی بی درنگ به ایران یکی لشکر آورد به جنگ، بیابد بران پیر کاووس دست، شود کام و آرام ما پاک پست. ما همه
در پی کینه و انتقام بودیم و سرزمین های آباد افراسیاب را سوزاندیم. باید به نزد آن پیر پادشاه کیکاووس بازگردیم. 6 سال است از کین خون سیاوش یک روز خوش نداشتیم. دلمان آرام شد اما روانمان کاسته. چو دل بر نهی بر سرای کهن، کند راز و بر تو بپوشد سخن. سوی آز منگر که او دشمن است. هیچ چیز بدتر از طمع و آز، حرص و آز نیست. سوی آز منگر که او دشمن است. دلش برده جان اهریمن است. بپویو بپوشو بنازو بخر، تو را بهره این است از این ره گذر. تهمتن بران گشت همداستان، که فرخنده موبد زند داستان. چون این گفت خرمدلی رهنمای، که خوبی گزین که خوبی گزین زین سپنجی سرای. نگه کن نگه کن که در خاک جفت تو کیست؟ بر این خواسته چند خواهی گریست؟ تهمتن چو بشنید شرم آمدش، برفتن یکی رای گرم آمدش. از غلامان و پرستندگان و گنج و پوشیدنی ها و گستردنی ها، یعنی فرش ها و هر آنچه که بود، برداشتن. ز توران سوی زاولستان شدند، به نزدیک فرخنده دستان شدند. رستم و دار و دستش برگشتند به زاولستان. از دیگر طرف سوی پارس شد توس و گودرز و گیو. چنان لشکری نام بردار نیو، نهادند سر سوی شاه جهان. چنین نامداران و فرخ مهان. خبر به شاه توران افراسیاب که رستم و توس توران رو ترک کردند. از باختر برگشت به دریای کنگ، دید سرزمین‌هاش همه ویران، زیر و زبر، بزرگ و کوچک کشته. نه اسبی نه گنجی نه تاج و تختی، نه دار و درختی. کاخها همه سوخته، خون گریه کرد. گفت مباد که این بد فراموش کنید، همه یک به یک دل پر از کین کنید. سپر بستر و ترگ بالین کنید، به ایران زمین رزم و کین آوریم. نه جنگ آسمان بر زمین آوریم. برا راست بر هر سوی تاختن. اونها دست از کینه برداشتن، این بار اینها به کینه گرفتن بلند شدند. برا راست بر هر سوی تاختن، ندید ایچ هنگام پرداختن. همی سوخت آباد بوم و درخت، به ایرانیان بر شدن کار سخت. زباران هوا خشک شد 7 سال، دگرگونه شد بخت و برگشت حال. چو ایرانیان را دو جم گشت بخت، بریشان شد از آسمان کار سخت. خیلی جالبه در این داستان ها، هر کجا که بی عدالتی هست، کینورزی هست، ستمگری هست، برکت هم از زمین و آسمان میره. حاصل کینه همین است، رنج و تیرگی و پلشتی و بیبار و بری. و چه خوش گفت صائب تبریزی، زندگانی با فشار قبر کردن مشکل است. پاک کن پاک کن از صفحه خاطر غبار کینه را. سلام یمن
جوان هزار عاشقی گذشت در لحن جان بیران سرای من خاکت تو تیای من یا بیدان بهشت من بهشت کیمیای من ببینیم گفتار اندر خواب دیدن گودرز سروش را. ماجرای خوابها در شاهنامه هم بارها گفتم خود بحث مفصل و گسترده و جدایی است. چنان دید گودرز یک شب به خواب که ابری برآمد از ایران پرآب بران ابر باران خجسته سروش به گودرز گفتی که بکشای گوش به توران یکی شهریاری نو است کجا نام او شاه کیخسرو است ز پشت سیاوش یکی شهریار هنرمند و از گوهر نامدار چو آید به ایران پی فرخش ز چرخ آنچ خواهد دهد پاسخش میان را ببندد به کین پدر کند کشور تور زیر و زبر چنین است فرمان گردان سپهر بدو دارد از داد گسترده مهر چو از خواب گودرز بیدار شد ستایش کنان پیش دادار شد پراندیشه دل گیو را پیش خواند و زان خواب چندی سخنها براند گودرز به پسرش گیو گفت در خواب خجسته سروش بر من آمد مرا دید گفت این همه غم چراست جهانی پر از کین و با نم چراست چو کیخسرو آید به ایران زمین سوی دشمنان افکند رنج و کین نبیند کس او راز گردان نیو مگر نامور پور گودرز گیو پسرم این رسالتی است که به دوش تو افتاده باید بروی کیخسرو را پیدا کنی و بیاوری بدو گفت گیو ای پدر بنده ام بکوشم به رای تو تا زنده ام کمندی و اسبی مرا یار بس نشاید کشیدن بدان مرز کس پدر تنگ بگرفت اندر برش پسر رو به آغوش کشید فراوان ببوسید روی و سرش به یزدان بنالید گودرز پیر که ای دادگر مر مرا دست گیر مگر کشور آید ز تنگی رها به من باز بخشش تو ای پادشاه ببینیم رفتن گیو گودرز به ترکستان در جستجوی کیخسرو نیکنام شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر